پلیس هند از بازداشت راهب هندوی خبر داد که در نشست حامیان خود خواستار نسل‌کشی مسلمانان هند شده بود. پلیس هند روز دوشنبه ضمن اعلام خبر بازداشت این راهب افراطی گفت وی احتمالاً با مجازات 5 سال زندان روبرو خواهد شد. یک افسر ارشد پلیس خبر داده که این راهب هندو که به صراحت از ناسیونالیست های راستگرای افراطی حمایت می کند و همچنین ریاست یک صومعه هندو را بر عهده دارد، به اتهام سخنان نفرت انگیز علیه مسلمانان و دعوت به خشونت علیه مسلمانان 14 روز است که در بازداشت به سر می برد. وی افزود این راهب هندو روز دوشنبه به طور رسمی به ترویج خصومت بین گروه‌های مختلف بر اساس مذهب متهم شد. این افسر ارشد پلیس خاطر نشان کرد مجازات اتهامات این راهب افراطی تا 5 سال حبس است. در دسامبر گذشته شماری از راهبان هندو در جریان همایشی در ایالت اوتارکاند خواستار مسلح شدن پیروان برای ارتکاب نسل‌کشی علیه مسلمانان شدند. ویدیوهایی از این سخنان در رسانه های اجتماعی انتشار یافت و با محکومیت گسترده مخاطبان مواجه شد. این راهب هندی دومین فردی است که پس از مداخله دادگاه عالی هند در هفته گذشته برای حل بحران در این پرونده دستگیر شد. اوتاراکند توسط حزب ملیگرای بهارتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی نخست وزیر اداره می شود. در پی به قدرت رسیدن وی در سال 2014 و انتخاب مجدد او در سال 2019 حملات علیه مسلمانان و سایر اقلیت‌ها شدت گرفت. مسلمانان نزدیک به 14% از جمعیت 1.4 میلیاردی هند را تشکیل می‌دهند.